سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانمون. امیدوارم در هر کجا که هستین حال دل شما خوب باشه. دوستان عزیز، ببینیم با همدیگه چه خبر هست در انرژی های شما و انرژی های شخص مورد نظر شما. عزیزان دل، من برای این فال مثل همیشه دوستان از کارت های هیجانی در ابتدا شروع میکنم، ولی قبل از اینکه شروع کنم به کارت های هیجانی، ازتون سپاسگزارم برای حضورتون در این برنامه. اگر برای شما امکان داره حتما یک کامنت انگلیسی پایین بذارین. متوجه شدم که روی بسیار از کانال های ایرانی فارسی زبان دوستان یوتیوب، مثل اینکه یک سری از افراد پیدا شدن که کانال ها رو گزارش کانال ها رو میدم و اینکه باعث میشه که دید کانال ها بیه پایین و اینکه یوتیوب بخواد اینا رو اصلا یک کاری کنه که از چرخه خارج کنه. پس وظیفه هممون این هستش که در کنار همدیگه باشیم و حمایت کنیم از همدیگه. خب ببینیم اولین کارتی که اینجا کشیده میشه چه کارتی هستش؟ گشایش، گشوده. بسیار خوب، گشایش، بسیار عالی. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه چه کارت هایی هستن دوستان عزیز. یه کارت دیگه استفاده میکنم ببینم که این کارت بهتون چی میگه. اوکی، و حالا یک حالتی اینجا این کارت حرف از عدم تصمیم گیری میزنه. این مقدار دو دل هستم، خب نمیدونم چه تصمیم بگیرم. آزادی. حالا ممکن هستش که اینجا دوستان عزیز توجه کنید و تصمیماتی رو که میخوایم بگیریم بحث حالا یا اینکه خودتون رو از یک تعهدی آزاد کنین، نمیدونم وارد یک تعهدی بشین. هر کسی یک مسئله ایمیون ممکن هست وجود داشته باشه براش. ببینین کجا هستین. عدم تصمیم گیری یا اینکه هنوز تصمیممو نگرفتم، خب ولی خب مثبت اندیش هستم و مثبت فکر میکنم. کارت های بعدی رو با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم کارت های بعدی بهتون چی میگن در این ارتباط. خب کارت بعدی حرف از سورپرایز میزنه اینجا برای شما. بچه من دو مرتبه این کارت رو کشیدم، حتما یه حکمتی توش بوده. سورپرایز دارین دوستان، یعنی که من احساس میکنم که با یک مسئله داره اتفاق میفته که شما فکر میکنین در این جز خواب و رویاهاتون بوده. اصلا نمیدونم برای چی دو مرتبه این کارت ها رو برداشتم، ولی خب حتما حکمتی درش بوده. ببینیم کارت های اینا، این کارت ها بهتون چی میگن. کارت های سبز بهتون چی میگن دوستان عزیز. خب ببینیم با هم دیگه. کارت بعدی حرف از این میزنه که سورپرایزی خواهین داشت دوستان در یک مسئله‌ای که دارین. همونجور که دیدم اینجا با تصمیمی شاید بگیرین و اینکه مسائل شاید برای شما هنوز آنچنان روشن نیستن، یک درگیری فکری شاید براتون ایجاد شده، ولی سورپرایزهای بسیار خوب برای شما در راه هستن. دارم میگم مسئله هستش که برای شما خیلی مهم هستش و یه مقدار روش یک دید خاص و یک دقت خاصی داریم. خب از کارت های بعد استفاده میکنم ببینم که کارت های بعد بهتون چه چیزی رو خواهد گفت در ارتباط با این. یه کارت اونجا افتاد، یه خبری داره به گوشتون میرسه. بسیار عالی و خوب، خیلی سریع و سر و این در این خبر خبرهای خوب هستش. خب حال دلتون رو خوب خواهد کرد. دنگ تک تک تک، از چه کارت های استفاده کنم. از این کارت ها استفاده میکنم ببینیم که این کارت ها بهتون چی میگن، چه چیزی را میگویند. خب کارت بعدی، بله ببینین اینجا کسی، اگر مسائل مادی هست بسیار خوب هست براتون دوستان. هر چیزی که هست مسائل داره تحت کنترل شما قرار میگیره، پس من اینجا نگرانی در ارتباط با شما ندارم. و اما کارت دیگر رو با هم دیگه ببینیم انرژی های برجسته شما چه چیزی هستن. انرژی که با شما همراهی میکنه،
حرف از زوج میزنه دوستان. یا واقعا دوستان عزیز توجه کنیم یک رابطه جدید هست که در ارتباط با اون بالا دارم میبینم که شاید هنوز تصمیمم نگرفتم ولی سورپرایز های خیلی خوبی دارم دارین در ارتباط و اینکه حالا این حرف از زوج هم داریم میزنه. وگرنه انسجام یک مسئله رو در زندگیتون دارم میبینم، یک قرار ورود، یک قرارداد، انسجام یک مسئله، اتحاد رو در زندگیتون میبینم. در ارتباط با انرژی مثبتی که داره سراغتون میاد دوستان، من این کارت رو باید بپوشونم یه خورده. خب ببینید، کسی یا چی مسئله‌ای داره به سمتتون میاد که برای شما خیلی خوب هستش، کسی ممکن هستش که کمکتون کنه، یک انرژی مضاعفی رو توی زندگیتون براتون بیاره، هدیه ای باشه این برای شما. ولی نه، خود شما رو دارم میبینم، هر جایی که شما ایثار کردین، از خود گذشتگی کردین، دارین نتیجهش رو به صورت خوب دریافت میکنین. و اما ببینیم چالش شما، چالش شما دوستان این هستش که به حرف دلتون گوش بدین عزیزان دل، و یک سریاتون خیلی دیگه نباید ذهنتون خودتون رو به درد بیارین دوستان، و نگاه کنین ببینین که زندگی رو همش از نظر ذهنی و منطقی و اینجوری درگیری‌های ذهنی داشته باشم نگاه نکنین، خودتون رو رها کنین، ذهنتون رو آرام کنین، به حرف دلتون گوش بدین، دلتون چی میگه بهتون، خیلی مهم هست این مسئله. خب اما از هرچه بگذریم، سخن کارت های دیگه هم خوشتر است. بریم ببینیم تو این فلیم ها امروز در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی شما بهتون چه چیزی رو میگن. در ارتباط با مسائل احساسی شما، کاری شما و مالی شما، در ارتباط با مسائل احساسی شما چه خبر؟ واو، اوکی، کارت مسئله دیگه. واو، دو تا آرکان ماژور، یک کارت دیگه بکشیم، سومین آرکان ماژور و یکی دیگه پشتش یه آرکان مینور هست. سه تا آرکان ماژور برای مسائل احساسی. مسائل احساسی شما دوستان بسیار بسیار در این روزهایی که داره میاد مهم هستن. خب یک مسئله تصمیمی داره گرفته میشه که شما رو به سمت یک خوشحالی میبره، میفرسته. یعنی اینجا کسی که خوشحال هست، اینجا تا حدی میتونیم بگیم حاجت روایی هست، ولی کارت حاجت روایی نیستش، ولی تا اون حد هستش. حس حال خوبی دارم، تصمیمی دارم میگیرم برای خوبی خوشی خودم. ممکن هستش که اینجا در ارتباط با شخصی باشه که نسبت بهش خیلی گرایش دارم، یا شخصی وارد زندگی میشه به این صورت و من رو به سمت یک خوشحالی، یک شروع اینجا دارم میبینم. به هر حال جایگاه شما در زندگی احساسیتون داره مشخص میشه دوستان. در ارتباط با زندگی کاری شما احتیاط. ببینیم کارت بعدی. خب در ارتباط با زندگی کاریتون دوستان توجه کنین، دارم میگم که محتاط هستین، محتاط هستین، و اینکه به خاطر که یک سری از مسائل هستن که اون جوری که شاید شما میخواین نیستش، بنابراین فاصله میذارم، احتیاط میگیرم، گارد میگیرم و با خودم هم رو راست هستم، با دیگران هم رو راست هستم. اوکی، تلاشتون رو دارین میکنین و مطمئن هستین که موفق خواهین شد. یک سری دیگه ببینیم که کارت ها، یک سری دیگه نداریم دیگه، همین هستش. یه مسئله هستش که آنچنان دارم میبینم که خوشتون نمیاد و احتمال این که بخواین روشنسازی کنین زیاد هستش. در مورد مسائل مالی، بهترین کارت برای مسائل مالی افتاده دوستان، به این فراوانی، کارت فراوانی. ببینیم که کارت بعدی. بله، مسائل زندگی مالی شما همون جوری که شما دلتون میخواد داره حرکت میکنه. و کارت بعدی ببینیم با هم دیگه، حرف از کار گروهی میزنه. مثل این میمونه که همکاری داشته باشین در این جهت دوستان. باز هم کارت خوشبختی و خوشحالی براتون افتاده. مثل این میمونه که تنها نیستین توی یک مسئله مالی و دیگرانی هستن یا دیگری هست که کمکتون میکنه و همه چیز داره درست پیش میره. خب حالا نوبتی هم که باشه دوستان عزیز، ببینیم که نوبت مسئله احساسی در ارتباط با زندگی احساسیتون کارت ها بهتون چی میگن. یک کارت زندگی گذشتتون، یعنی یک کارت دیگه یا میفته یا باید یک کارتی رو بکشم. کارت ها دیگه اصلا اینقدر نمیدونم، رطوبت این روزا زیاد هست که مثل قبل نیستش که بخوان بیفتن. و اینجا میگه که بذارین همه چیز از کنترل
تون خارج بشه و آشتی اینجا این پشت میبرم. برای من یک سری از شما دوستان هنوز تحت تاثیر یک سری از انرژی های زندگی گذشتتون هستین، ممکنه در یک رابطه کارمیکی بودین و اینجا دارم میبینم که دارین سعی میکنین که مسائل از کنترلتون خارج بشه و اینکه میذارین که زندگی شما رو اونجایی که دلش میخواد ببره. دیگه اینقدر نمیخوام کنترل داشته باشم، اینجوری چارچنگولی بچسبم به یه چیزی. هرچه پیش آید خوش آید و بهترین فیلسوفی فلسفه زندگی این هستش دوستان، هرچه پیش آید خوش آید. حالا بریم ببینیم که در ارتباط با پیام شخص مورد نظر شما برای شما، من اینو همیشه بعد میخوندم، حالا امروز قبلش خوندم، میگه هنوز یک کمی صبوری کن، هنوز لحظه خوبی نیستش، موقعیت خوبی نیستش، ببخشید، همه چیز به این زودی بهتر خواهند شد و تو اونو میدونی، اما خواهش میکنم یک کمی برای به هم وقت بده. اوکی، و ببینیم که شما دوست عزیز که دارین نگاه میکنین یین مقدس در چه انرژی هایی تشریف دارین و بعد بریم ببینیم کارت های دیگر. خب بام بام بام، دو تا کارت اینجا افتاد. یکی از کارت ها میگه ناامید، میگه که من تو منو ناامید کردی برای اینکه من هم در هر چیزی انتظار میذارم و اینکه میگه که من به خودم اعتماد دارم و میدرخشم و احساس میکنم که کاملا محافظت شده هستم. ببین دوستان توجه کنه، از یک حالت به حالت دیگه اومدن هستش، از یک حالتی که من در همه انتظار داشتم میذاشتم ولی در خودم هیچ انتظاری نداشتم. شخصی هستش دوستان عزیز همیشه که ما فکر میکردیم که یک نفری بود میگفتش که همیشه منتظر این بودیم که شرایطمون تغییر کنه، نمیدونستیم که خودمون باید تغییر کنیم. وقتی که من تغییر میکنم شرایط من هم تغییر میکنه، چون به هر حال دیدگاه من عوض میشه، دیدگاه من که عوض بشه یه جور دیگه این مسائل باش برخورد میکنم و اینجا هم به همین صورت هستش. و ببینیم که کارت های بعدی به چه چیزی رو بهتون میگن در ارتباط با یانگ مقدس. ببینیم چه خبره. یانگ میگه بدبخت، اون شما نامه اینجا بدبخت. یانگ شطوری میگه که من احساس بدبختی میکنم و تنها هستم بدون تو و از خودم میپرسم چه کاری کردم که لیاقت شایستگی همچون چیزی رو من داشته باشم. خب ببینیم کارت اینجا چه بهتون میگه. میگه که من خب بالاخره خودم هستم و از اینکه نقاب بر چهره داشته باشم میپرهیزم. بسیار عالی دوستان، اوکی بسیار خوب. میگه که خب داره روی خودش کار میکنه، یه اینقدر بدبخت زاده شد بنده خدا که تصمیم گرفته که روی خودش کار کنه. بالاخره اینقدر که یک سریاشون دوستان عزیز توجه کنین قرصاشون رو نشسته میخورن که بالاخره باید یک روزی یک شستشوی کامل روحی و معدوی و همه چیز با همدیگه داشته باشن و اینجا دارم میبینم که این همچنان اتفاقی داره براش میفته. بالاخره از اسکیزوفرنی بودن و شیزوفرنی داشتن و فلان اینا همه داره در میاد. حالا روی خودش باید یه روزی بشینه کار کنه، متعادل کنه خودش رو. خب و برسیم به قسمت نیت شما دوستان عزیز. نیت کنین تا من یه کارت براتون بکشم ببینم نیت شما چه چیزی هست. خب جواب شما اینجا مثبت نیست دوستان، جوابتون مثبت نیست و ببینیم که چه توصیه‌ای بهتون میکنه کارت ها. بهتون میگه که استعداد خودتون رو تقسیم میکنی، مثل این میمونه که نگاهتون رو باید بالاخره عوض کنین، شاید روی یک سری از مسائل همونجور که گفتم بهتون قبل هم یا نگاهتون رو عوض میکنه روی یک مسئله، نباید توی در یه حالت این باشین که تحمیل بشه مسئله بهتون، تحمیل نباید چیز بهتون بشه اینجا. و به نظر من اینجا نقطه نظر خودتون رو هم باید تقسیم کنین و بگین معذرت میخوام. حالا خب ببینیم با هم دیگه کارت های بعدی رو. کارت های بعدی من از کارت های فرشتگان استفاده میکنم. ببینیم فرشتگان عزیز بهتون چی میگن. بالاخره سرچشمه مقدس، ما فرشتگان تو اینجا هستیم که یادآوری کنیم هیبت تو رو
تو یک فرشته در تناسخ هستی و یک موجود عشق، عشق بی‌شرط و شروط و موجود نورانی و یک موجود الهی برای یک آفرینش جاودانه. و ببینیم کارت‌های دیگه بهتون چی میگویند. یک کارت اینجا افتاد، ببینیم چی بهتون میگه. میگه که گذار من به اون سمت تمام شد، تمام شده. میخوام الان یک زندگی جدید و پروژه جدید رو شروع کنم و میخوام جایی رو پیدا کنم که قدرت زندگی رو داشته باشم در اونجا و زمانش که برسه از تو استقبال کنم. برای من یک شروع جدید هست، همچنین برای تو. روح تمام عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش عزیزان دل، و تا فال دیگه خدا نگهدار.